بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و عصر خیر خدمت مخاطبان محترمی که لطف میکنن و به شکل مجازی برنامه‌ای رو دنبال میکنن که توسط انتشارات و مؤسسه سروش مولانا برگزار میشه و اختصاص داره به نقد و بررسی کتابی که اخیراً توسط جناب آقای دکتر جواد حیدری ترجمه شده. بفرمایید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. راستش تنها انگیزه که باعث شد این کتاب رو ترجمه بکنم یک مدتی از ترجمه آثار نیگل دو سه ماه فاصله بگیرم اینو ترجمه بکنم برمیگردم به سال 88 که اون اتفاقات افتاد. آقای ملکیان میگفت من خیلی دوست داشتم یک سلسله درس ها و بحث های تو نظریه های سیاسی و فلسفه سیاسی داشته باشه. من همین تو ذهنم بود و میدونستم که کتابی که مثلا ایشون قراره بنویسه یا مباحثی که تدریس بکنه حتما دو تا ویژگی داره. یکی خیلی وضوح داره، روشنی تمام داره، یکی اینه. دومش هم اینه که خیلی منسجم و دسته‌بندی شده مباحث را میکنه. من تو این تو ذهنم بود تو این سالها که چند وقت پیش هم کتاب دستم رسید، دیدم که همین ویژگی هایی که شون دنبالشه این کتاب داره و نشستم تو دو سه ماه من اینو ترجمه کردم. خاطر ادای عینی که بهشون داشتم به خاطر دوستی که این سالها داشتم اینو کتاب رو ترجمه کردم که اون چیزی که ایشون داشت، آرزویی که داشت که میخواست همچین دوره‌ای رو تدریس بکنه دیگه با این کتاب شاید بشه چیز بکنه، پر بشه. این کتاب تو مجموعه نیکزیستی اومده. آره، تو مجموعه نیکزیستی اومده که من نیکزیستی رو در ترجمه بلبینگ به کار میبرم. دو نفر هستن که به نظر من خیلی دقیق و عالمانه رو بحث نیکزیستی متمرکز شدن. یکی تی ام اسکنلنه که خیلی بحثای جدی و عمیقی در مورد نیکزیستی داره. یکی هم اقتصاددانی به اسم ریچارد لایارد. ایشون هم اینقدر روی این بحث کار کرده که اصلا اخیراً هم یک عنوانی هم بهش دادن به اسم تزار شادکامی. این دو نفر خیلی روی بحث کار کردن اینا. و یه تفکیکی هم که اینا این دو بزرگوار کردن که تو بحث‌های دیگه نیکزیستی نیست، اینه که اومدن گفتن که ما یک نیکزیستی فردی داریم و ما و یک نیکزیستی جمعی داریم. یعنی نیکزیستی رو به دو حوزه کاملا مجزا تقسیم کردن، گفتن که ما میتونیم این نیکزیستی رو هم تو حوزه فردی دنبال بکنیم هم تو حوزه جمعی دنبال بکنیم و معیارها و اصولی رو برای این هر دو تا حوزه برای ما گفتن. این معیارها هم با شواهد تجربی مدلل میشه و هم به شهود اخلاقی مخاطبان گذاشته میشه که این دو تا ویژگی رو داره. اینا آقای ریچارد لایارد میگه که در نهایت یه کتابی داره شادکامی درسای علم جدید، اونجا میگه که نیکزیستی فردی رو میاد حدود 7 ویژگی برای نیکزیستی فردی میشماره. میگه به یک آدمی ما میتونیم بگیم که زندگی خوبی رو سپری میکنه، زندگی گود لایف، زندگی خوب، زندگی خوشی رو سپری میکنه که 7 ویژگی اون زندگیش داشته باشه. اولش اینه که احساس مثبت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی روی هم رفته از زندگیش لذت ببره و شادکام باشه. این احساس مثبت رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های بلبینگشون میشماره. دومیش اینه که یک نوع مشغولیت یا مشغولیت داشته باشه که یه اسمم شروعش میذاره به اسم غرقگی، تو فارسی ترجمه شده. یعنی دوست داره که چیز جدید یاد بگیره، یعنی یا وقتی که مشغول کارشه اصلا نمیدونه زمان چجوری میگذره. ایشون تعریفی که از این کرده. سومین ویژگی زندگی خوب اینه که زندگی اون آدم هدف داشته باشه. زندگی خوب اینه که زندگیش معنا داره، یعنی احساس بکنه که کاری تو زندگی انجام میده که اون کار در نهایت هم ارزشمند هم مهمه. چهارمین ویژگیش عزت نفسه.
که زندگی خوب عزت نفس دارن، خوبی رو سپری میکنن، عزت نفس دارن، یعنی چی؟ یعنی در کل احساس مثبتی نسبت به خودش داره، احساس مثبتی نسبت به خودش داره و این خیلی روش هم تاکید میکنه. ویژگی پنجم، اونایی که زندگی خوبی سپری میکنن خوشبینن، یعنی درباره آینده یه دیدگاه خوشبینی داره و در میگه آینده یه جوری که من میتونم اهداف، آرزوها و امیالمو محقق بکنم. ششمین ویژگی تاب‌آوریه، یعنی وقتی که تو زندگی به مشکلی برمیخورم معمولا زمان زیادی هم طول نمیکشه که به حال عادی برگردم. این تاب‌آوری رو میگه. و هفتمی هم روابط مثبت، یعنی تو زندگی من آدمای زیادی وجود دارن که واقعا به من اهمیت میدن. این هفتا ایشون معیار میشماره برای زندگی خوب. میگه هر کسی هر نوع زندگی داره، هر تئوری از زندگی خوب رو دنبال میکنه، در مجموع این هفتا ویژگی تو زندگیش داره. این هفتا رو خدمتتون عرض میکنم تو زندگیش میتونی پیدا کنی، یا یه دونه یا دو تا یا سه تا، هر چه بره بالا بیشتر این ویژگی زندگی خوب. این ویژگیه که به لحاظ فردی زندگی ما رو خوب و خوش میکنه. اما یه تفکیکی هم میکنن که میگن ما به غیر از نیکزیستی فردی یک نیکزیستی جمعی هم داریم و این نیکزیستی جمعی خیلی مهمه برای اینا، که از این جهات اهمیت داره که لایارت میگه، که میگه ما نمیتونیم این دوتا رو به هم فروکاست بکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم که نیکزیستی فردی رو جمعی میتونه به بار بیاره، کسایی که نیکزیستی جمعی رو سپری میکنن نیکزیستی فردی رو هم دارن. نه، این دوتا مجزاست. ممکنه یک جامعه نیکزیستی فردی داشته باشه، جمعی نداشته باشه، و نیکزیستی جمعی طرف داشته باشه، نیکزیستی فردی هم مثلا نداشته باشه. این احتمال داره. اما نیکزیستی جمعی چیه؟ این تو نیکزیستی جمعی اینا رجوع میکنن به جان رالز. جان رالز یک مفهومی داره به اسم پرایمری گودز، خیرهای اولیه. رالز میگفت که ما تو زندگی جمعی دنبال یک نوع زندگی هستیم، فارغ از این که تو چه نوع زندگی به سپری بکنی، برای همه انسان ها ارزشمنده. از یک آدم لذت طلب باشی تا یک آدم دنیاگوریز یا خیرخواه هم باشی یا نیکوکار هم باشی، یعنی اوج لذت طلب فردی که اوج خودخواهیشه تو زندگی میکنه، یا زندگی یک آدم خیرخواهی که زندگیشو وقف دیگران کرده، یه چیزایی تو زندگیش ارزشمنده. اینو اسمشو میذاشت خیرهای اولیه. این خیرهای اولی چی هستن؟ ایشون یه تفکیک میکرد، میگه ما خیرهای اولی طبیعی داریم، نچرالن. مثل چی؟ دو تا چیز میگه خیر طبیعی اولی هست. یکی سلام توانایی های بدنیه، یکی هم توانایی های ذهنیه. اینو میگفت نچرالن که بخت به ما میده، و این خیلی رو این دوتا رو هر نوع زندگی داشته باشی تأثیر میذاره، هم سلامتیه، هم توانایی بدنی و هم توانایی های ذهنی. این یک ویژگی خیرهای اولی است که ازش اسم میبرد، یعنی اسم خیرهای اولیه طبیعی. اما میگفت ما به غیر از این یه خیرهای اولیه سوشال هم داریم، اجتماعی هم داریم. اونا چی هستن؟ سه تا ایشون اسم برده. اولیش میگفت آزادیه. میگفت شما هر زندگی سپری بخوای بکنید به آزادی احتیاج دارید، اونم آزادی های اساسی. بیسیک لیبرتی اسم بردش. میگفت آزادی های اساسی، هر جور زندگی، حتی زندگی متدینانه بسیار سفت سخت مقید هم بخوای سپری کنی به این آزادی احتیاج داری، حتی بخوای لاابالی هم زندگی کنی، قید هم زندگی کنی، بازم به این آزادی احتیاج داری. اینا رو میبرد تو حجاب جهر، میگفت شما وقتی که تو حجاب جهر هستی نمیدونی چه زندگی براتون خوبه، اینا رو انتخاب میکنی. یکی آزادی. دومی میگفت درآمد و ثروت. میگفت اون آدمی که لذت طلبه، دنبال علاقه فرد به ثروت و درآمد احتیاج داره، اونم که خیرخواهه بخواد نیکوکار باشه به ثروت و درآمد هم احتیاج داره، و اینم و این ما به این دو تا اینم ارزش قائل میشیم. و سومی هم میگفت عزت نفس اجتماعی. آره، مبانی عزت نفس اجتماعی، یعنی هر نوع زندگی با سپری بکنی ما به این احتیاج داریم که عزت نفس داشته باشه. و ایشون بیشتری مخالفت نابرابری داشت، میگفت نابرابری ها توی یک جامعه که زندگی میکنه تمام مثل رگبار عزت نفس آدم ها رو نشانه میگیره و از بین میبره. و
و این پرایمری گود رو میگفت این مبانی زندگی خوب رو تشکیل میده و تمام نظام های سیاسی رو میشه بر این اساس میگفت ارزیابی داوری کرد که چقدر به این خیرهای اولیه رو میتونن به صورت عادلانه توزیع بکنن. هر نظام سیاسی که بتونه این خیرهای عادلانه رو، این خیرهای اولیه رو به صورت عادلانه توزیع بکنه، این نظام ها نظام های تعبیرشون منصفانه نظام هایی هستن که مشروعیت دارن و میشه به فرامینش هم دستورات فرامینش هم اطاعت کرد. این دوتا نیکزیستی، نیکزیستی فردی که خدمتتون عرض بکنم با این ویژگی هایی که لایارد میشمرد، و نیکزیستی جمعی با این ویژگی که جان رالز میشمرد تو خیرهای اولیه، و این تو هسته اصلی فلسفه سیاسی تحلیلی قرار داره. تمام مباحثی که تو فلسفه سیاسی تحلیلی وجود داره به دنبال اینه که این به تعبیر اسکنلر میگفت، اسکنلر میگفت که موضوع ریاضیات مثلا در روابط اعداد، موضوع علوم تجربی طبیعی طبیعت، موضوع اینا، موضوع سیاست و فلسفه اخلاق ولبینگه. ایشون اینو تو کتاب آنچه به یکدیگر بدهکاریم اینو داره چی میگه، میگه اخلاق و سیاست تمام همگانشون اینه که ولبینگ رو برای انسان ها بیارن، چه ولبینگ فردی و چه ولبینگ جمعی ما رو بیارن. و این دوتا تفکیک قائل میشن و میگن ممکنه ما ولبینگ نیکزیستی فردی داشته باشیم، نیکزیستی جمعی نداشته باشیم. ممکنه تو یک نظام سیاسی زندگی کنیم که نیکزیستی جمعی داریم، اون خیرهای اولیه خوب توزیع شدن، ولی نیکزیستی فردیمون هم بی بهره باشیم. و این حسن اینها این بود که از پروکاستگرایی هم این رو اجتناب میکردن و میگفتن این دوتا بیجم فلسفه اخلاق، به تعبیر اسکنلر میگفت که متکفل اینه که نیکزیستی فردی رو برای ما به ارمغان بیاره، و فلسفه سیاسی هم تمام همغمش اینه که چی برای ما فلسفه جمعی رو به ارمغان بیاره. این موضوع فلسفه سیاسی تحلیلی. اما روشش چی؟ بشه فلسفه سیاسی تحلیلی اصلا این برمیگرده اول به نظر من یکی از ویژگی هایی که آقای ملکیان تو ازای فکری برمی ما تفکری این ویژگی رو نداشت، التزام دقیق به معیارهای فلسفه تحلیلی بود. ایشون البته تو فلسفه اخلاق، تو فلسفه ذهن، تو فلسفه دین و با تفکر انتقادی آوردن، این خیلی اهمیت داره. این کتاب هم یکی از نمونه های بارز این نوع تفکره، هم تمام معیارهای فلسفه تحلیلی توش رعایت شده. این معیارهای فلسفه تحلیلی چی هستن؟ اولین معیارش وضوحه. اولین معیار وضوحه، یعنی هم تو مقام ادعا واضح صحبت میکنن، هم برای دلایلشون هم برای چیزاشون ادلم اقامه میکنن، و این خیلی تو فلسفه سیاسی تحلیلی مهمه. این کجا اهمیت پیدا میکنه؟ اینجا از اهمیت پیدا میکنه که به تعبیر این یکی از شارحان رالز میگه که دقت کرده باشین تو کشورهایی که فلسفه تحلیلی روش کرد، ایدولوژی های ویرانگر به بار نیومدن، چه از اون مارکسیسم که چپش بود و چه از راستش نازیسم بود. میگفت چرا؟ میگفت چون فلسفه تحلیلی ادعای اون طرف رو میگیره و هر چیزی غیر عقلانی که اون ادعا داشته باشه میخوش کنه. و این خیلی این معیار وضوح، ما فکر میکنیم مثلا واضح حرف زدن برای حرف دلیل اقامه کردن یک چیز ساده تفکر انتقادیه، ولی میگم این لوازم سیاسیش اینه که تو کشورهای فلسفه تحلیلی مثل انگلستان و امریکا که فلسفه تحلیلی حاکم بود، ایدولوژی های ویرانگری که زندگی آدم ها رو ویران کردن، از مارکسیسمش که حدود 70-80 میلیون آدم رو به کام مرگ بود، تا نازیسمش که حدود 40-50 میلیون آمار دادن بود، روش نکرد. تو این فلسفه نظری های سیاسی روش کردن، لیبرالیسم بود، محافظه‌کاری بود، و سوسیالیسمی که باز سوسیالیسمش هم سوسیالیسم بچه انسانی سوسیالیسم هم گرفته شده بود، که آقای جی ای کوهن که یکی از کتاب های این مزیت های این کتاب اینه که از این متفکر اسم برده که مارکسیست تحلیلیه. ایشون ویژه باز سوسیالیسمی که ایشون میگه در مقابل باز مارکسیسمی که تو
حوزه قاره‌ای مطرح میشد خیلی انسانی تر و اخلاقی تر. این ویژگی تحلیلی که واضح حرف میزنن و برای ادعاشون دلیل هم اقامه میکنن، این نتیجه سیاسی داره که ایدولوژی های چیزو ویرانگر رو از همون اول نطفهشو چیز میکنه، میبنده و نمیذاره رشد بکنه اینا. و یکی از چیزایی که خیلی از شاعران، حتی کوینتن اسکینر هم به این اشاره کرده، گفته که اصلا یکی از چیزایی که کشورهایی که تو فلسفه تحلیلی رشد کرد توش این به این خاطر بود که این متد، این ایدئولوژی های مخرب و که حدود 6-7 ایدئولوژی مخربی هم که توش تو حوزه بود آورد چیزش کرد. حتی مثلا ناسیونالیسمش، ایشون اعتقاد داره ناسیونالیسمی که حالت افراطی میگیره وقتی که میاد تو حوزه فلسفه تحلیلی میاد یک حالت میهن پرستانه اخلاقی میگیره. و این جنبه که این کتاب و این داره و این واضح نوشتن و برای هر حرفی دلیل اقامه کردن، ایشون میگه که این اولین ویژگی این اصلا کل فلسفه سیاسی تحلیلی عموماً به ویژگی این کتاب خصوصا هست. اینا این اولیشه. دومیش اینه که همیشه فلسفه سیاسی تحلیلی بین واقع گرایی و آرمان گرایی حرکت کرده. واقع گرایی صرف میگه ما رو به سلب مسئولیت اخلاقی میکشونه، آرمان گرایی صرف ما رو به یوتوپیا گرایی و ناکجاوات گرایی میکشونه. و آدما استعداد اینو دارن که من خودم هم دیدم تو همین فعالان سیاسی که از آرمانگرایی صرف که سیانور میذاشت زیر دندوناش چیز میکرد به واقع‌گرایی اوریان میرسن. این چیزه هست که این، ولی فلسفه سیاسی تحلیلی این ویژگی رو داره که برای هر دوتا مزیت هر دوتاشون رو میگیره و میخواد تو خودش جمع بکنه و از چیز از ضررها و زیانهای هر دو طرف هم میخواد اجتناب بکنه. از منافع واقع‌گرایی میپذیر، میدونه که اگه واقع‌گرا نباشی هر چقدر آرمانهای بزرگی داشته باشی نمیتونی محققش کنی. از اون ور میگه که واقع‌گرای صرف باشی هیچ کارت مشروعیت اخلاقی نداره و ممکنه به محافظه‌کاری کور بکشونی و هر جنایتی رو به اسم واقع‌گرایی توجیه بکنی. ولی فلسفه سیاسی تحلیلی با روندی که بعد از رالز داشت، که رالز میگفت من یک رئالیست یوتوپیانم، این دوتا ویژگی رو تونست با هم جمع بکنه و این خیلی اهمیت داره. و این دومین مزیت فلسفه سیاسی تحلیلیه. سومین مزیتی که فلسفه سیاسی تحلیلی داره، باز اینم از رالز به میراث بردن، این بود که اومد واقعیت ارزش ها، تکثر ارزش ها رو پذیرفت. میگفت ما تو جامعه زندگی میکنیم که متکثره و ارزش های متعدد، متکثر و متضاد وجود داره و فلسفه سیاسی تحلیلی باید بیاد این واقعیت تکثر رو تو جامعه بپذیره و این به یک نوع بیطرفیش حفظ بکنه. و این بیطرفی که به فلسفه سیاسی تحلیلی آورد میتونه تو جامعه نزاهایی که وجود داره و به خاطر این تکثر ارزش‌ها، بدون اینکه تکثر رو از بین ببره، به جانب یکی فرو بغلطه، از یک نوع شیوه زندگی دفاع بکنه، اون یکی شیوه زندگی رو تحقیر بکنه، اون یکی ها رو حتی سرکوب بکنه، میاد اون بالا وای میسه و هر نوع زندگی که به یک اصول تکثرگرایی اعتقاد داشته باشه اینم باز میپذیره. اینم یک ویژگیه که ویژگی سومی که تو این کتابم شما میبینید، این که تو هر بخشش نقد میکنه، البته به غیر از فمینیسمش نمیدونم دلیل خاصی داشت این فصل فمینیسمش نقد نکرد، ولی تو تمام چیزا نقد داره میکنه، همه رو چیز میکنه و شما ممکنه حیران آدم بمونه که کدوم یکی از اینا درسته. ولی این کدوم یکی از اینا درسته، این میگه هر جایی که اختلاف نظر افتاد، این ویژگی فلسفه سیاسی تحلیلی که یک مرتبه میاد بالاتر، بی‌طرفیش حفظ میکنه. اینم ویژگی خدمتتون عرض بکنم سوم فلسفه سیاسی تحلیلیه. چهارمین ویژگی که این فلسفه سیاسی تحلیلی داره اینه که اینا از مسائل عمیق و مناقشات فیصله ناپذیری که در باب معنای زندگی وجود داره، در باب دین وجود داره، در باب مابعد و طبیعی وجود داره، فلسفه وجود داره، اجتناب میکنه. میگه فلسفه سیاسی تحلیل میگه من نیومدم مسائل فلسفی رو حل بکنم، اونا جای خودشه، من اومدم فقط بتونم که زندگی مسالمت آمیز بین آدم ها اینو چی بکنم، بدون اینکه وارد این بشه که متدین ها رو سکولار بکنه به قول رالز، یا سکولار ها رو متدین بکنه، کار نداره به اینا. و
این میگه به این مناقشات ما نمیتونیم وارد بشیم و اگه وارد بشه فلسفه سیاسی یک جایی میره که از کارکرد خودش دور میفته و دو مناقشات چیز میکنه. و مهمترین دلیلی که ایشون میآورد میگفت که قبل از رالف مثلا دعوا بود که سخت جنین درست یا نادرسته، بعد میگفت بحث بود که آقای درستی معناش چیه، نمیدونم خدمت رو عرض بکنم این خوبی آیا تو عالم بیرون وجود داره یا وجود نداره، که از خود بحث دور میشدن. ولی این اومد گفت من به این چیزا مباحث مابعد و طبیعی کار ندارم، باید خود مناقشه بررسی بشه. آیا اون سیاستمداری اون مجلسی که میخواد سخت جنین رو الان تصمیم میگیره چیکار باید بکنه، بدون اینکه به اون مناقشات اونقدر پابند باشه که بره سراغ اون مناقشات و از اصل مسئله دور بمونه. این چهار ویژگی بود که تو این کتاب فلسفه سیاسی تحلیلی دیده میشه. و اینم در پایانم خدمتتون عرض بکنم که این ادای دینی هم بود به استاد عزیزم که از پیشگامان فلسفه تحلیلی تو ایران بودن. خیلی متشکرم استاد ملکیان، خدمت شما هستید. بفهم عرض سلام و ادب میکنم به محضر همه خانم ها و آقایانی که صوت مرا یا تصویر من را دارند. خیلی خیلی خوشحالم که در جلسه رونمایی کتاب فلسفه سیاسی از من دعوت شده و مطالبی عرض خواهم کرد. انگیزه من در این که پذیرفتم که در این جلسه شرکت کنم و دعوت رو لبیک اجابت گفتم، در درجه اول ارزش خود کتابی بود که آقای دکتر حیدری انتخاب کرده بودند برای ترجمه. بدون سر سوزنی مبالغه، این کتاب به نظر من در میان همه کتاب‌هایی که در بابت و در باب فلسفه سیاسی نوشته شده و من دیدم، به نظر من آموزنده ترین کتاب این کتابه. البته من حوزه اصلی کارم فلسفه سیاسی نیست، اما به هر حال همیشه کتاب‌های فلسفه سیاسی رو دنبال می‌کردم. بهترین کتابی که من دیدم به دو لحاظی که الان خدمتتون عرض می‌کنم این کتابه. این حسن انتخاب آقای دکتر حیدری باعث شد که من بپذیرم. مضافاً بر این، خب ترجمه خوبه آقای دکتر حیدری، و مضافاً بر این کار خیلی خوبی که ناشر کرده در جهت اینکه به بهترین صورت ممکن در اوضاع و احوال کشور ما این کتاب رو عرضه کرده. کتاب بسیار با کیفیت بالا منتشر شده و در ایران ما به این نحو انتشار دادن کتاب ها خیلی کم سابقه است و من کمتر کتابی با این کیفیت به لحاظ کار نشر و کار ناشر دیدم. عرض کنم که این کتاب به دو جهت خیلی به نظر من اهمیت داره. یکی به این جهت که به روش بیشتر هندبوک نوشته شده، نه تکست بوک، یعنی بیشتر درسنامه است تا دستنامه. و چون دستنامه نیست، نیامده فقط آرا و نظرات یک شخص که خود اون متفکر نویسنده باشه یا خود اون متفکران نویسنده باشه رو دنبال کنه، نه آمده در باب هر موضوعی که طرح کرده یا در باب هر مسئله‌ای که طرح کرده همه آرا و نظرات مربوط به اون موضوع یا مربوط به اون مسئله رو فهرست کرده. و بنابراین شما فقط با یک رأی و نظر در باب هر موضوعی یا در باب هر مسئله مواجه نیستید، یعنی در یک مجرا و یک دهلیزی قرار نمیگیرید که دیگه نه به این سو میتونید نگاه کنید به اون سو و مجبورید که راه رو تا آخر این مجرا و دهلیز برید. نه، در هر بابی شما میتونید آرا و نظرات بسیار متنوع و متکثر رو ببینید. یکی این نکته است. نکته دوم هم یک نوع جامعیتی که این کتاب داره. خب به هر حال فلسفه سیاسی حاوی بسیاری از موضوعات و مسائله
کتابی با این حجم بتونه این همه این موضوعات و مسائل رو استیعاب کنه، یعنی همه را بهش بپردازه ولو به اشاره، این هم نکته خیلی ممتازی در این کتاب. نکاتی که آقای دکتر فرمودند در باب وجوه امتیاز دیگر کتاب، اونا دیگه من تکرار نمی کنم چون خود ایشون هم متذکرش بودند و متذکر کردن ما رو. من در باب این کتاب مقدمه ای نوشتم در آغاز این کتاب که اون مقدمه رو اصلا قصد ندارم تکرار کنم و خودم هم اون مقدمه رو پیشنهاد کردم به آقای دکتر که بنویسم، چون به نظر اومد که خوب کتابی به این ارزشمندی تکستی تلقی بشه و کانتکست این تکست مشخص بشه. من در واقع در مقدمه این کتاب کانتکستی رو طرح کردم که تو اون کانتکست این تکست باید خونده بشه. بنابراین دیگه الان قصد ندارم که اون رو تکرار بکنم. یک کار دیگری در این دقایق میخوام عرض بکنم و اون این که اگر من بودم و این مواد خام رو میخواستم به خواننده خودم القا بکنم، با یک سازماندهی دیگری القا میکردم و میخوام این سازماندهی دیگر رو اینجا عرض کنم. به زبان ساده تر بخوام عرض بکنم، شما وقتی که این کتاب رو با دقت بخونی، من خودم سه بار این کتاب رو خوندم تا الان، یک بار به زبان انگلیسی و دو بار با ترجمه آقای دکتر حیدری، وقتی شما این کتاب رو با دقت بخونید و خوب کند و کاو کنید، در تک تک کلماتش هم دقت کنید که بی جهت انتخاب نشده و انصافا این دو نویسنده خیلی در بیان دقیقند، بعد اگر یک کسی به شما بگه که این مطالبی که در این کتاب گفته شده بود ماحصلش چه بود، به نظر من ماحصلش رو با این ترتیبی که من میگم اگر کسی بیان کنه مفهوم تره. البته خب این نظر بنده است، مسلما نظر نویسندگان این نبوده. اینه که من میخواستم این ترتیب رو ذکر بکنم. خودم همیشه دوست دارم که کتابی در فلسفه سیاسی ببینم که با این ترتیب نوشته شده، یه ترتیب خیلی منطقی تری است نسبت به ترتیباتی که آدم در کتاب‌های دیگر می‌بینه. البته نظر بنده است. من این ترتیب رو می‌خوام عرض کنم. به زبان باز هم صریح‌تر بگم و یک کم غیر متواضعانه‌تر می‌خوام عرض بکنم که من اگر روزی می‌خواستم کتابی در فلسفه سیاسی بنویسم، با این روش می‌نوشتم. این روش خیلی انسان رو متوجه می‌کنه که اگر این مطلب رو بیان کردم، مطلب بعدی که ازم خواهند خواست چه خواهد بود، و وقتی اون مطلب رو بیان کردم طبعا از من مطلب بعدی رو سوال میکنن، باید من به این صورت پیش برم تا بتونم خواننده خودم رو یا شنونده خودم رو متقاعد کنم. خب من فقط این در این چند دقیقه همین سر رو عرض میکنم. به نظر من این نکته رو قبل از گفتن اون سر عرض بکنم که فلسفه سیاسی سخت وامدار دو فلسفه دیگه است، یکی فلسفه اخلاق و یکی فلسفه حقوق، و من مقدمات فلسفه اخلاقی فلسفه سیاسی را و مقدمات فلسفه حقوقی فلسفه سیاسی رو اینها رو بیان نمی کنم. نمیگم چرا فلسفه سیاسی نتاج و فرزند این دوتاست، یعنی فرزند فلسفه اخلاق و فلسفه حقوقه، اینو بیان نمی کنم اینجا، ولی شما وقتی که سیر مباحث رو عرض کردم میبینید که کجاها وامدار است فلسفه سیاسی به فلسفه اخلاق و کجا وامدار به فلسفه حقوق. خب من اگر بودم به این صورت بنوشتم، اول سوالی که پیش میکشیدم این بود که چه ضرورتی هست برای وجود نهادی به نام نهاد سیاست، حکومت و دولت. این اول بحث، منطقا اول بحث اینه که اصلا چرا در یک جامعه باید نهادی به نام نهاد سیاست و به تبعش نهاد حکومت و به تبعش نهاد دولت وجود داشته باشه؟ چه ضرورتی برای این نهاد هست؟ یعنی اگر جامعه بدون این نهاد می بود
کجا کمیتش لنگ میشد که برای اینکه جامعه اونجا کمیتش لنگ نشه، اون وقت عقلا از قدیم الایام نهادی به نام نهاد سیاست و حکومت و دولت وضع کردند. به زبان ساده تر، مثلا اگر ما نیهیلیزم سیاسی قائل بودیم، به نیهیلیزم سیاسی قائل بودیم یا به آنارشیزم سیاسی قائل بودیم که هر دو بچه اشتراکشون در اینه که ما نیازی در جامعه نداریم به نهاد سیاست و نهاد حکومت و نهاد دولت، ما چه جوابی داریم؟ اول باید این رو جواب بدیم که از نیهیلیزم سیاسی و از آنارشیزم سیاسی گذر بکنیم و بگیم نه، ضرورت داره که ما در جامعه داشته باشیم نهاد سیاست، نهاد حکومت و نهاد دولت رو. در واقع برای پس پشت گذاشتن کسانی که به هر نحوی از آنها به نوعی شکاکیت نسبت به نهاد سیاست قائلند. حالش بارزترینشون نیهیلیست‌های سیاسی هستند و آنارشیست‌های سیاسی. نه لزوماً نیهیلیست‌ها و آنارشیست‌های سیاسی که در طول تاریخ ظهور کردند، مثلا از قرن 19 به این طرف. نه، منم ممکنه در اینجا یه افکاری به ذهنم بیاد، شما هم ممکنه افکاری به ذهنتون بیاد که این افکار اگر بیان بشه میکنه ما را یک شکاکه نسبت به نهاد سیاست. حالا ولو این فکری که به ذهن من شما میاد رو هیچ نیهیلیست سیاسی تا الان بیان نکرده باشه یا هیچ آنارشیست سیاسی بیان نکرده باشه. پس اول ما باید بحث بکنیم در باب ضرورت این نهاد. این نهاد ضرورت داره برای جامعه و بدون او گذران زندگی اجتماعی کما هو و حقه امکان پذیر نیست. این بحث اول. بحث دوم بعد از این بحث اینه که خب کارکردهای این نهاد چی هاست؟ فهمیدیم این نهاد ضرورت داره، اما تا می فهمیم که این نهاد ضرورت داره حتما می فهمیم که کارهای این نهاد میکنه که اوناست که ضرورت این نهاد رو ایجاب میکنه و اقتضا میکنه. حتما هنری داره این نهاد یا هنرهایی داره، کارکردی داره و کارکردهایی داره که اوناست که باعث میشه ما ضرورت قائل بشیم. اینجاست که بحث هنرهای نهاد سیاست یا کارکردهای نهاد سیاست محل بحث قرار میگیره. خب این کارکردها در نگاه اول اگر آدم بخواد بدون مداقه فراوان بیان بکنه، این کارکردها به نظر میاد که 8 تا کارکرده، ولو اندل مداقه بعدن آدم میبینه که بعضی از اینها فروکاست پذیرند به بعضی دیگه. ولی به هر حال نهاد سیاست برای اینها اومده دیگه. یکی نظم و ثبات در جامعه، یکی امنیت، یکی رفاه، یکی عدالت، یکی برابری، یکی آزادی، یکی برادری و یکی صلح. این هاست که معمولا گفته میشه که کارکردهای نهاد سیاسی هن. نهاد سیاسی اومده برای اینکه این کارها رو کمابیش و به میزانی که امکان پذیره براش در جامعه انجام بده. فقط گفتم این فهرست رو باید فهرست در واقع پری ریفلکتیو تلقی کرد، یعنی پیشا تأمل. وگرنه وقتی تأمل آدم تو این فهرست میکنه میبینه که بعضی از اجزای این فهرست قابل فروکاهش به بعضی از اجزای دیگه‌اند و بنابراین به نظر میاد که همه اینها عرض کنم که نباید ذکر بشن، بعضیشون زیر مجموعه بعضی دیگه قرار میگیرن. ولی خب به هر حال این سومین سوال اینه. بعد از سوال دو، سوال سوم اینه که خب در میان این کارکردها آیا می شود یکی از این کارکردها رو در رأس قرار داد و گفت بقیه کارکردها خودشون رو باید وفق بدن با اون؟ یعنی بقیه کارکردها وقتی انجام گرفتنشون و متحقق شدنشون سودمنده که یکی از این اصول رو یه وقت رعایت زیر پا نگذارن و به رعایتش بی التفات نباشن. اینه که در واقع فضیلت نهاد سیاست محل بحثه، که اون نهاد سیاست که میخواد این کارکردها رو داشته باشه فضیلتش اینه که همه این کارکردها رو داشته باشه، اما به شرط اینکه یکی از این هنرها و کارکردها رو در رأس قرار بده و بقیه رو تحت شعاع این قرار بده، یعنی بگه بقیه را به شرط اینکه اینو زیر پا نگذارم انجام میدم. خب در باب این که اون فضیلت بزرگ چه هست، معمولا دو تا کاندیدا بیشتر محل بحثه
بعضی گفتن بزرگترین فضیلت نهاد سیاست عدالته و بعضی گفتن آزادیه. معمولا لیبرال ها بیشتر بر آزادی تکیه میکنن و سوسیالیست ها بیشتر بر عدالت تکیه میکنن. این مهمه، مهم است به خاطر جهتی که بعدا در مباحث بعدی به اشاره خواهم کرد. این مهمه که بدونیم که آیا چیزی هست که بقیه باید خودشونو با او وفق بدند و همه در عرض هم نباشند، بلکه یکیشون ساعد بر دیگران باشه، برتر بر دیگران باشه و اونها مجبور باشن خودشونو به نوعی متوافق کنند و متجانس کنند و سازگار و هماهنگ کنند با اون یکی. خب در اینجا گفتم ممکنه بگید عدالت، ممکنه بگید آزادی، و این دوتا از همه در طول تاریخ اندیشه سیاسی در 4 قرن اخیر بیشتر از همه محل گفتگو بودند نسبت به کارکردهای دیگه، مثلا نسبت به ثبات و همبستگی اجتماعی که به نظر همه میاد در رتبه پایین‌تری قرار میگیره. برحال نکته چهارم اینه که خب نهاد سیاست که این کارکردها رو داره، این قدرت رو از کجا به دست آورده که تونسته این کارکردها رو با استفاده از قدرتش انجام بده؟ بالاخره اگر نهادی بخواد کارکردی داشته باشه، باید قدرتی داشته باشه که بقیه نهادها ندارن و تک تک شهروندان هم ندارن. اگه خود شهروندان دیگه خودشون تک تک این قدرت رو داشتن، یا اگر نهاد دیگر این قدرت رو داشت که دیگه نهاد سیاست مورد لزوم نبود. پس حتما یه قدرتی منتوی در نهاد سیاست و مزمر در نهاد سیاست که این قدرت رو نش یکایی که شهروندان دارن که بتونن این کارکردهاشو برآورده کنن و نه نهاد دیگری داره. این قدرت رو از کجا آورده؟ این نهاد سیاست این قدرت رو از کجا آورده؟ خب اینجاست که اول باید ببینیم قدرت دقیقاً یعنی چه و چه مفهومی از مفاهیم قدرت هست که فقط تو نهاد سیاست میشه دنبال کرد و فقط نهاد سیاست این قدرت رو داره، بقیه نهادها این قدرت رو ندارن، شهروندان هم به طریق اولا این قدرت رو ندارن. و بحث اینه که منشأ این قدرت از کجاست؟ این قدرت رو کی به نهاد سیاست داده؟ آیا مردم دادند؟ آیا خدا داده؟ چه موجودی یا چه نیرویی یه همچین قدرتی داده است به نهاد سیاست که با استفاده از این قدرت این نهاد میتونه اون کارکردهای چندگانه رو که گفتیم محقق بکنه؟ خب اینجا خودتون میدونید نظریات مختلفی وجود داره، اون نظریات باید در اینجا محل بحث قرار بگیرن که خاستگاه قدرت نهاد سیاست کجاست. این مطلب بعد. مطلب بعد اینه که خب حالا فهمیدیم خاستگاه این قدرت کجاست، چگونه این قدرت تفویض میشه، چند و چون تفویض این قدرت به نهاد چگونه است، اگر خدا این قدرت رو داده چگونه داده، با چه مکانیزمی، با چه ساز و کاری، با چه کم و کیف و چند و چونی این قدرت رو تفویض کرده، اگر مردم دادن مردم با چه کم و کیفی و با چه چند و چون این کارو کردن، چگونه مردم این قدرت رو تفویض کردن به این نهاد. خب اینم انواع و اقسام راه های تفویض وجود داره بسته به این که اولا مفوض رو کی بدونیم، یعنی بگیم منشأ قدرت رو از کجا آورده، حالا اون منشأ قدرت از هر جا آمده، از خدا، مردم یا چیز ثالثی یا چیز رابعی، اون چگونه تفویض کرده این قدرت رو. اینم مسئله بعد. مسئله بعد اینه که سلب این قدرت چگونه صورت میگیره. حالا اگر اون نیرویی که این قدرت رو به نهاد سیاست داد روزی خواست سلب کنه این نهاد رو، با چه کم و کیفی، با چه چند و چونی، با چه مکانیزمی، چه فرایندی باید فعال بشه که حاصل اون فرایند این باشه که قدرت تفویض شده گرفته شده، از یک نظام سیاسی گرفته شده داده شده به یک نظام سیاسی دیگه، از یک رژیم سیاسی گرفته شده داده شده به یک رژیم سیاسی دیگه. چگونه باید سلب کنیم قدرتی رو که داده ایم؟ اگر ما مردم داده ایم، ما مردم چگونه باید سلب کنیم؟ اگر خدا داده، خدا چگونه باید سلب کنه؟ اگر سنت فرهنگی جامعه داده، اون سنت فرهنگی چگونه باید سلب کنه؟ بالاخره اون کسی که مفوضه روزی هم ممکنه به جهتی بخواد سلب کنه قدرتی رو که تفویض کرده. این سازوکارهای سلب قدرت سیاسی هم به نظر میاد که مسئله بعدی. خب حالا بعد میگیم که خب حالا قدرت داده شده،
این نهاد سیاست این قدرت رو داره که دیگران ندارن. حالا این نهاد سیاست میخواد چه بکنه؟ اول چیزی که به نظر میاد یا به نظر بعضی، دوم چیزی که به نظر میاد ولی اون اهمیت نداره، اینه که اول میخواد عدالت رو اعمال کنه. این سیاست، این نهاد سیاست میخواد عدالت رو در جامعه برقرار کنه. اینجاست که چند تا بحث خیلی مهم زیر مجموعه این بحث عدالت پیش میاد. اولا مفهوم عدالت چه است؟ عدالت یعنی چه که این نظام میخواد این عدالت رو در جامعه اعمال کنه، اجرا کنه و محقق کنه؟ بنابراین مفهوم عدالت. دوم، عدالت انواعی داره. هر جایی یکی از انواع این عدالت باید اعمال بشه. بالاخره عدالت توزیعی یک نوع عدالته، عدالت قضایی یک نوع عدالته، عدالت جزایی یک نوع عدالته، عدالت تصحیحی یک نوع عدالته، عدالت ترمیمی یک نوع عدالته. ما نهادهای سیاسی وقتی میخوان عدالت رو اعمال بکنند، همه جا نمیتونن به یک صورت اعمال کنند. تو قوه قضاییشون باید به صورتی عدالت رو اعمال کنند، تو قوه مقننه‌شون به صورت دیگری باید عدالت رو اعمال کنند، تو قوه مجریه‌شون باید به صورت دیگری عدالت رو اعمال کنند. و ما نزدیک به 9 قسم عدالت داریم که این عدالت ها، این که در هر جا موضع کدام یک از این عدالت هاست، این باید روشن بشه. بنابراین بعد از اینکه خود مفهوم عدالت روشن میشه، انواع عدالت رو باید روشن بکنیم در ذیل همین بحثی که بحث هفتمه تو سلسله بحث های بندی. بعد حوزه های عدالت هم مهمه. ما عدالت رو میخواییم در ارتباط کی با کی برقرار کنیم؟ توجه میکنیم؟ عدالت در حوزه های متعددی باید. یک وقت عدالت، عدالت بین اجزاء خود نهاد سیاسته. اونایی که نهاد سیاست رو تشکیل دادن بین خودشون باید یک نوع عدالتی برقرار بشه. بنابراین عدالت بین اجزاء نهاد سیاست، نهاد حکومت، نهاد دولت. یک وقت بین نظام حاکم بر جامعه و شهروندان میخوایم عدالت رو برقرار کنیم. رابطه حاکم و محکوم، رابطه نظام سیاسی و شهروندان باید عادلانه باشه. اینم جای دومه. یه وقت میخوایم بین خود شهروندان عدالت برقرار کنه. حکومت میخواد بین شهروندان، بین من و شما که شهروندان و تابع اون حکومتیم، میخواد عدالت برقرار کنه. اینم موضع سومه. موضع چهارم، وقتی که میخواد بین عدالت، میخواد بین حکومتی و حکومت‌های دیگه برقرار بشه. حکومت حاکم بر جامعه اینجا با حکومت حاکم بر جامعه فلان، بین حکومت‌ها هم باید روابط عادلانه باشه. اینم یک مورد. یه مورد وقتی که نه، بین حکومت‌ها نیست، بین حکومت هست و سازمان‌های بین‌المللی. یه حکومت باید با سازمان بین الملل هم باید رابطه عادلانه باشه. یه وقت حکومت کشور من باید با حکومت یک کشور دیگه رابطش عادلانه باشه. یه وقت نه، با سازمان های بین الملل، یعنی حکومت من باید رابطش با صندوق جهانی پول، با توجه میکنید، با بانک جهانی، با سازمان بین الملل، با سازمان های بین المللی که مربوط میشن به عفو، سازمان های مربوط بین المللی که مربوط میشن به مسائل ژئوپلیتیک، خب حکومت یک کشور با اون سازمان ها هم ارتباط داره. و یه وقت هم عدالت باید عدالتی باشه که بین کنونیان و آیندگان، عدالت بین نسل ها. این حکومت باید جوری برنامه رو تنظیم کنه که نسل کنونی ما ایرانیان به نسل آینده ما ایرانیان هم یه وقتی ظلم نکنیم. و این چیزی که بهش میگن عدالت بین نسل ها. اینم یک بحث. در ذیل همین بحثم نکته چهارم پیش میاد، و اون که کیفیت اعمال این عدالت ها چگونه است. خب حالا فهمیدیم آرمانی داریم به نام عدالت، انواعی داره و حوزه هایی داره. حالا بخواییم داره اعمال کنیم. عدالت آرمانیه که خود نحوه اعمالش مشکله. اتفاقا در ناحیه تصویر خود آرمان ها چندان مشکلی نیست. وقتی یه جامعه میخواست این آرمان اجرا کنه، چه بکنه که اجرا بشه؟ به تعبیر دیگری،
چه فرایندی رو به کار بیاندازه که فراورده اون فرایند عدالت باشه. با صرف اینکه آرزو میکنیم کشورمون رو عادلانه اداره کنیم که نمیتونیم عادلانه اداره کنیم، یه فرایندهای اینجاست که ما از عقلانیت وسیعی باید برخوردار باشیم و به این معنا حکومت‌ها باید آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری رو بهش توسل بجویند تا ببینند با این ارزش، این آرمان، این رو با چه وسائلی اگر متوسل بشون بشیم میتونیم محقق بکنیم و چه وسائلی اگر بهشون متوسل بشیم محقق کردن این رو برای خودمون دشوار میکنیم بلکه محال میکنیم. این بحث بعد از این بحث اقتضاعات عدالته. حالا اگر جامعه بخواد عادلانه باشه یه اقتضاعاتی هم داره. مثلا یکی از اقتضاعات خیلی معروف عدالت اینه که آیا عدالت اقتضای برابری هم داره یا نه. اگه جامعه بخواد عادلانه باشه باید برابری هم توش برقرار باشه یا نه. وقت اینجاست که انواع برابری ها محل بحث قرار میگیرن که آیا برابری یعنی برابری در حقوق، برابری در عقلانیت، برابری در رفتار، برابری در پیامد، برابری در فرصت، کدام این برابری ها؟ آیا واقعا اولا اقتضای عدالت برابریه؟ و اگر برابری هست کدومی که از این انواع برابری؟ اما عدالت تنها اقتضایش برابری هم نیست. بعضی وقتا اقتضای عدالت آگاه سازیه انسان هاییست که میخواد بینشون عدالت اجرا بشه. چقدر برای اینکه من عادلانه رفتار کنم با شما اول باید آگاهی به شما داده باشم، چون خیلی وقتا هست که اگر شما آگاهی لازم رو نداشته باشید رفتار عادلانه من رو غیر عادلانه تلقی میکنید یا رفتار غیر عادلانه من رو در حق خودتون رفتار عادلانه تلقی میکنید. یکی از اقتضاعات یک جامعه عادله اینه که اون کسانی که میخوان با هم رابطهشون عادلانه باشه، چه اجزای حکومت باشن، چه حکومت باشه با شهروندان، چه خود شهروندان باشن، چه نمیدونم دو حکومتی باشه با حکومت دیگری، حکومتی با سازمانهای بین المللی، نسل کنونی با نسل‌های بعد، در همه این موارد یک نوع آگاهی بخشی هم اقتضای عدالته. آیا اقتضاعات دیگه هم عدالت داره؟ بعضی گفتن اقتضاعات دیگه هم داره. به هر حال میخوام بگم اقتضاعات عدالت هم یک بحث. حالا بحث بعدی آزادیه. همه این سخنانی که در باب عدالت گفتن به عینه‌ای در باب آزادی هم قابل تکراره. یکی این که اصلا آزادی مفهومش چیه، انواع آزادی چیه، حوزه هایی که در اون حوزه ها باید آزادی اعمال بشه کجاست، اینات میکنی چگونه باید آزادی رو اعمال کرد، یعنی کم و کیفش چگونه است و اقتضاعات آزادی چی هست. اگه بخواد آزادی در جامعه برقرار باشه چه اقتضاعاتی داره. اینم در واقع بحث بعدی. و اما بحث در واقع نهم اینه که خب این دوتا آرمان که به نظر میاد از هیچ کدامشون نمیشه گریزی داشت، آیا همیشه با هم سازگارند یا نه؟ اگر سازگارند با چه تقریری میشه سازگاریشون نشون داد که عدالت سازگار است با آزادی و امر ما دائر بین این نیست که یا از عدالت بکاهیم برای اینکه بر آزادی بیفزاییم یا از آزادی بکاهیم برای اینکه بر عدالت بیافزاییم. نه، این دوتا میتونن هم عنان با هم و به موازات هم پیش برن، حتی بالاتر از این. به نظری که رارز اتفاقا از قهرمانانش هست اینکه نه فقط اینا به موازات هم میتونن پیش برن و ناسازگاری با هم ندارن، اصلا بدون عدالت آزادی بیوجهه و بدون آزادی هم عدالت بیوجهه. اینا اصلا مکمل همن، نه فقط به موازات هم دارن پیش میرن، مکمل همن. بنابراین یک بحث اینه که متقاطعن با هم، ناسازگارن با هم، یک بحث اینه که ناسازگاری ندارن به موازات هم پیش میرن و یک بحث اینه که نه فقط ناسازگاری ندارن به موازات هم پیش نمیرن، اصلا مکمل همن. عدالت به آزادی کمک میکنه و آزادی به عدالت کمک میکنه، اما در این میان ناسازگاریش با فهم عرفی ما بیشتر وفق میده. فهم عرفی ما آدمیان عادی بیشتر به نظرش میاد که عدالت یه جاهایی با آزادی ناسازگاری داره و آزادی هم با عدالت ناسازگاری داره. اگر این فهم عرفی راست میگه، اون وقت یک متفکر سیاسی کارش اینه که بگه خب اگر تعارض پیدا کردن راه‌های رفع این تعارض کجاست، کجا باید در این تعارض حق رو به جانب عدالت داد، کجا باید حق رو به جانب آزادی داد. این هم یک بحث خیلی خیلی
خیلی به نظر من پیچیده و البته خیلی هم حیاتیه برای زندگی. این هم بحث نهمه در باب. و اما بحث دهم اینه که چگونه سایر کارکردهای مثبت رو میشه با حفظ عدالت و آزادی داشت، یعنی چگونه نظم و ثبات و امنیت و رفاه مخصوصا و برابری و صلح اینا رو چگونه میشه با حفظ عدالت و آزادی انجام داد. حالا فرض کردیم که اون دوتا آرمان رو به هر صورتی که شد با هم به هر حال تلفیق کردیم، آیا زمانتی وجود داره که اگر جامعه حتما عادلانه باشه و حتما آزاد باشه حتما رفاه هم خواهد داشت؟ ممکنه کسی بگه اینجور نیست. ممکنه بگه میشود تصور کرد جامعه کاملا عادلانه، کاملا آزاد ولی بدون رفاه، میشه تصور کرد، یا بدون نظم و ثبات، یا بدون امنیت. ممکنه کسی بگه میشه تصور کرد. همین که احتمال بدیم میشه تصور کرد، اون وقت این سوال پیش میاد که خب بقیه آرمانهایی رو که کارکردهای دیگر نهاد سیاست بودن اینا رو نشون بدید که چگونه میتونی از مجرای این دوتا ما رو به اونها برسونید، یعنی بدون اینکه اینا رو هرگز زیر پا بگذارید میتونید به ما امنیت هم بدید و نظم و ثبات هم بدید و رفاه هم بدید و برابری هم بدید و صلح هم بدید. این هم یک بحث دیگه است که در واقع چند و چون سازگار ساختن این دوتا آرمان با تحصیل و تأمین بقیه آرمان ها. بحث 11 هم اینه، خب تا اینجا میگفتیم که حکومت و دولت و سیاست چه کارهایی باید برای ما بکنه، اما یک بحث سلبی هم وجود داره، چه کارهایی رو هرگز نباید بکنه. راجع میکنیم آیا سیاست باید اخلاقیات ما رو هم درش دخالت کنه یا نه؟ آیا ما میتونیم در زمین اخلاقیات دیگه زیر هیمنه و احتشام حکومت و نهاد سیاست نباشیم؟ آیا سیاست نباید بگذاره ما دیگه در اخلاقیاتمون هر اخلاقیاتی میخواییم در پیش بگیریم؟ آیا سیاست نباید ما رو آزاد بگذاره که خوشی زندگیمون رو به هر روشی که میخواییم دنبال کنیم؟ توجه میکنیم خوشی زندگی اون خوبی زندگی بود، این خوشی زندگی، آیا نباید؟ و آیا سیاست نباید نسبت به نظرگاه های مختلف و جهان نگری های مختلف بی تفاوت باشه و دیگه دخالتی نکنه تو تأیید یکی از این جهان نگری ها یا انکار یکی از جهان نگری ها؟ نکنه که سیاست حق نداشته باشه تقویت و تضعیف کنه یه جهان نگری رو؟ این سه حوزه مخصوصا خیلی مهمه، یکی حوزه اخلاق و نیکی زندگیه، یکی حوزه خوشی زندگیه، من میخوام خوشیمو به هر طریقی که میخوام دنبال کنم، نهت میکنی؟ و یکی هم مسئله جهان نگری های مختلفه. آیا نباید حکومت در این ستا دیگه خودشو کنار بکشه؟ ممکنه کسی بگه نه خیلی در این ستا نباید کنار بکشه، ولی به هر حال این ستا کاندیداهایی هستند که ما باید محل بحث قرار بگیره که آیا اینجاها نباید بگیم دیگه تو جلوتر نیا، تا اینجا جلو بیا، دیگه جلوتر نیا. به تعبیر دیگری کارکردهایی که سیاست نباید داشته باشه در قبال اون چیزایی که تا الان میگفتیم که باید داشته باشه. اینم بحث. و اما بحث آخر، بحث مقایسه نظام‌های سیاسی مختلفه. همه این مباحث هم که کردیم بازم در مقام تحقق ما با نظام‌های سیاسی مختلف مواجهیم. این نظام‌های سیاسی رو با توجه به همه اون 11 فقره‌ای که تا الان گفتیم میشه با هم مقایسه کرد. این مقایسه با بعضی وقتا مقایسه نظام‌های سیاسی است به لحاظ موفقیتشون و بعضی وقتا به لحاظ اخلاقی بودنشون. موفقیتشون عقلانیتشون رو نشون میده، هرچه نظام سیاسی موفق تره یعنی عقلانی تره، و اخلاقی بودنشون نشون میده که چقدر تونستن آرمانهای اخلاقی بشر رو حفظ کنن و به این موفقیت برسن. هر چیزی همینجور، ازدواج هم همینطوره. شما ببینید در ازدواج دو بحث وجود داره، یکی این که ازدواج موفقیتش به چیه، یکی این که اخلاقیتش به چیه. ممکنه ازدواجی کاملا اخلاقیه اما موفق نیست، کاملا موفقه اما اخلاقی نیست، نه موفقه و نه اخلاقی، و هم موفقه و هم اخلاقی. موفقیت یک نهاد به اینه که نهاد
به اون هدفی که به خاطرش ابداع شده برسه. بالاخره نهاد ازدواج به جهتی محقق شده. اگر زن و شوهر بتونن اون اهدافی رو که تو نهاد ازدواج مقرره به اون اهداف برسن، میگن ازدواج موفقه. اما لزومن ازدواج موفق اخلاقی نیست. ممکنه موفقیتش اتفاقا با زیر پا گذاشتن بعضی از ضوابط اخلاقی حاصل اومده باشه. یعنی ممکنه من چیزهایی رو از همسرم کتمان میکنم که زندگی موفقه. اگر اون چیزها رو کتمان نمی کردم، زندگی موفقیتش کم می شود. اما خود این کتمان آیا کار اخلاقیه یا نه؟ هر نهادی همینجوره. نهاد شغل و کسب و حرفه هم همینجوره. یکی بحث موفقیتشه که میزان عقلانیتی است که من اعمال کردم در اون شغل و حرفه، یکی هم میزان پایبندی من به اخلاقیاته. حالا مقایسه نظام‌های سیاسی، مخصوصاً وقتی که ما قصدمون این باشه که یک روش التقاطی در پیش بگیریم برای نظام سیاسی مثلا جامعه خودمون، حالا من به عنوان یک شهروند یا من به عنوان یک متفکر سیاسی یا من به عنوان یک رجل سیاسی و دولت مرد، تو این مقایسه هاست که میفهمم که چی رو باید از چه نظام سیاسی بگیرم و چی رو نباید بگیرم. این مقایسه ها در جهت عقلانیت یعنی موفقیت و در جهت اخلاقیت، اینم بحث آخره. من فکر میکنم که همه آنچه که من گفتم کمابیش در این کتابش اشاره شده اینجا، تقریبا همین چیزی که گفتم تقریبا، ولی خب با یک نظم و نظام دیگری که من به نظرم میاد این نظم و نظام از اون نظم و نظام شاید بهتر باشه. در آخرم دو تا چیز میخواستم عرض کنم. یکی که برای من خیلی جالب بود ولی خب فقط برای شخص من ممکنه جالب باشه، اینه که من خودم این کتاب رو وقتی میخوندم تو هر نکته ای که اختلافی بود موضع خودم رو تو اون نکته روشن میکردم و نزدیک به 80 تا نکته تو این کتاب من دیدم که موضع خودم رو روشن کردم. گفتم من به عنوان یه آدم وقتی به عقل و شهود خودم رجوع میکنم میبینم تو این نکته این رأی درسته. 80 تا نکته تو این کتاب من یافتم و جالب اینه، برای خودم خیلی جالب، باور کنین از این 80 تا 72 تا یا به تعبیری 71ش عین مواضع رالز بود. خیلی برام عجیب بود. یعنی این مواضعی که من میپسندم اتفاقا رالز هم تو این موضوع یا تو این مسئله همین موضوع اتخاذ کرده و این خیلی شیفتگی من رو به رالز خیلی بیشتر کرد. چقدر به نظرم میاد آدم باید عمیق باشه و چقدر باید پروای اخلاق رو داشته باشه که یه جاهایی که هر کسی میخواد یه جوری خودش رو رهایی بده از یکی از دو طرف، این کوشش بکنه که هر دو طرف رو حفظ کنه، یعنی هم عقلانیت رو حفظ بکنه و هم اخلاق رو. من خیلی تحت تأثیر این قرار گرفتم بعد از خوندن این کتاب، با اینکه این نویسندگان لزوماً همیشه آراء رالز رو بیان نمی‌کنن، اصلا خیلی جا حتی با آراء رالز اشاره هم نمی کنن. ولی خب من که آراء رالز رو قبلا می دونستم، بعد از اینکه آراء رو دیدم اون مواضع خیلی برام جالب بود که 71 یا 72 موردش عین مواضع رالز. این یک نکته. این نکته دومی که خیلی میخوام تأکید بکنم اینه که واقعا بدون حب و بغض میگم که هر ایرانی این کتاب رو باید وقت صرفش کنه و بخونه این کتاب، هم برای این که بفهمه که چرا ما به اینجا کشیده شد کارمون. یک دوست شیرازی برای من نقل میکرد، میگفت که من در یک کتاب فروشی بودم، اون وقت داشتم کتاب ها رو در شیراز داشتم مطالعه نگاه میکردم، یه خانم میان سالی وارد کتاب فروشی شد و به کتاب فروش گفت که یک کتاب به من بدید. کتاب فروشی گفت که خانم چه کتابی؟ گفت یک کتاب میخوام. گفت آخه خانم زمینه‌شو بگو، در چه حوزه‌ای، در چه زمینه‌ای، لااقل نام نویسنده‌ای بگو. این کتاب اگه کسی بخونه میفهمه چطور شد که این طور شد. این به نظر من این حس رو داره این کتاب. و فایده دیگه‌ای هم که داره اینه که میفهمیم خطاهای خود ما هم چی بود. بالاخره این ما بودیم که این عرض میکنم که وضع رو ایجاد کردیم. ممکنه تو خودمون رو تبرئه کنیم. خطاهای ما چی بود؟ چه چیزهایی رو ما نمیدیدیم؟ چشممون رو به کجا دوختیم و به چند تا چیز دیگه ندوختیم؟ اینه که قویاً توصیه میکنم که دوستان
این کتاب رو مطالعه کنن، با دقت مطالعه کنن. من واقعا تا الان 3 بار خوندم این کتاب رو، ولی واقعا آتش دارم برای اینکه بار دیگری هم بخونم این کتاب رو. و سلام.